و گوشه قرمز آقای کاوه‌ای اگر اشتباه نکنم نامش رو، یه مبارزه دیگه از سری مسابقات استان گیلان. آقای سعدی کارتش رو اینجا تحویل بدن. مسابقه بعدی آقای حسین آبادی آقای نیک بهرت آماده باشن. در انتظار ورود آقای کاوه‌ای هستیم و کماکان کاتمن مسابقات داره چسب دستکش ایشون رو میزنه که وارد کیج بشن. سری مسابقات استان گیلان رو میبینید، قهرمانی استان گیلان زیر نظر انجمن ام‌ام‌ای استان، زیر نظر هیئت ورزش‌های رزمی استان گیلان در حال برگزاری هستش. با پیرهن زرد آقای کاوه‌ای در برابر پیرهن آبی آقای سحری. ببینیم مبارزه شروع شد. یه ضربه در جواب، باز میخوره، اقدام به زیرگیری، دفاع تکدان، تلاش برای تکدان از طرف سحری، یه سوبلکس قشنگ تکدان میکنه، تلاش میکنه برای کنترل کردن، یه پا رو داخل سگک نگه داشته، به دنبال کنترل هستش، ولی حریفم حریف دست و پا بسته ای نیست. آقای کاوه‌ای هم تلاش میکنه که کنترل کامل رو به حریفش نده. تلاش برای بلند شدن، ضربه، تلاش میکنه بتونه کنترل کنه و کاوه‌ای هنوز اجازه کنترل کامل رو به اون نداده، دو دست اون رو گرو گرفته. البته که کنترل آقای سحری ناقصه، میتونه پا رو داخل سگک کنه و حریف رو همونجا کنترل کنه و این کار انجام نمیده، فقط با بالا تنه سعی کرده کنترل کنه. میندازه، یه پا رو داخل میکنه، یه پا رو، و حالا تلاش میکنه که پای دوم رو هم همینطور، کنترل نصف و نیمه ای رو داره، نصف و نیمه ای داره، تلاش برای کنترل بیشتر. تمام. آرنسی ریر نیکت چوک. در راند اول آقای سحری پیروز مسابقه شد. بعد از این مسابقه آقای شفقت آقای جوشنی داور جا به جا میکنه، اعلام پیروز مسابقه آقای سحری. خب صبر میکنیم که مبارزه بعدی آغاز بشه، من برمیگردم خدمتتون. دوستان عزیز، همینجوری که میدونید این فایت شماره دو بود انجام شد. شماره فایتتون رو دیواره، رأس فایتتون اینجا نباشید با اختار مقابلتون رو شروع میکنید. الان اسامی رو یه بار دیگه من بگم بخونم، همه یه فایتر هفته در هفته فایتر اینجا باشن. آقای محمد جواد حسین آبادی کیه؟ آقای شایان نیک فطرت، آقای مانی شفقت، مانی، آقای هومن جوشنی، کجا سای جوشنی؟
پایگاه آهنگ بره. خب مبارزه بعدی رو آغاز میکنیم. آقای حسین آبادی با لباس تقریبا سرمه‌ای و آقای فطرت با شورت قرمز روبروی هم دیگه هستند. حسین آبادی محک میزنه، فطرت پرس کرده، ضربه. هنوز حرکت مفیدی از دو تا فایتر ندیدیم در این مسابقه. خب اقدام به زیرگیری، یه تکدان خوب، کنترل ناقص و در ادامه سایت کنترل. کنترل میکنه، دو تا مشتم زد ولی عریف بلند شد. دو تا فایتر حرکت مفیدی فعلا نکردن. اینجوری که از شمایلشون پیداست آقای حسین آبادی کشتیگیر هستش و سعی بر این داره که از قدرت خودش در رسلینگ استفاده کنه. آقای نیک فطرت هم که با شورت قرمز هست یه لو کیک میزنه. الان پرس میکنه، یه فرانت کیک، اقدام و تکدان. تکدان از حسین آبادی، سعی میکنه اجازه نده ولی سایت کنترل. یه سایت کنترل نصف نیمه داره. نیک فطرت هم تلاش میکنه که بلند شه. نمیشه گفت کنترل داره، نمیشه گفت کنترل نداره، چون یه جای بین پاهاشه و ضعف جوجیتسو نیک فطرت اینجا مشخصه. پایانه راند. آقای شهرقت، آقای جوشری آماده باشن، با آیدی کارتشون آماده باشن. Oh, shut up.
دوم رو شروع میکنه دو تا فایتر. احساس میکنم راند یک رو آقای حسین آبادی برنده شد، تا حدودی تونست مدت زمان بیشتری رو روی زمین حریفش رو کنترل کنه و همین امتیاز برتری رو به ایشون میده. حالا نیک فطرت هم پرس میکنه مثل راند قبل، لوکیک راست چند تا دست میزنه، کورکورانه اقدام به زیرگیری میکنه بازم، ولی تکدان رو انجام میده. قدرت تکدان خیلی بالایی داره این فایتر و حریفش سعی میکنه که اجازه نده کنترل کامل داشته باشه و این کارش اشتباه، گرفتن گردنش اصلا همینطوری که دیدید خسته میکنه خودشو، چون به تکنیک های جوجیتسو و تکنیک های روی زمین تسلط نداره، از اون داره ضربه میخوره. میاد رو ماونت، ماونت پوزیشن، ضربات رو میبینید بی ثمر تقریبا برمیگرده. کماکان کنترل ناقص و حریف بلند میشه، ضرباتش خیلی بی‌دقت بود تو اون پوزیشن. باز هم تکدان میکنه و روی بک. بله داور توقف میده و اخطار میده به خاطر گرفتن کیج. طبق قوانین روز ام‌ام‌ای دنیا باید برگردن تو همون پوزیشن و همونجا ادامه پیدا کنه. البته یه جورایی میشه گفت داور هم اشتباه کرد، چون پوزیشن به نفع حریفش بود باید این کار رو نمیکرد، ادامه میداد، فقط یه تذکر میداد، در نهایت بهش اخطار میداد. یه دستشو گرو گرفته، انقدر خسته شده نمیتونه حریف رو تکدان هم بکنه بدون هیچ حرکتی. ده ثانیه مونده، داور ادامه مسابقه رو میده. و پایان مسابقه تا حدودی مشخص است برنده که، ولی این ام‌ام‌ای نیست که به دنبالش هستیم. اعلام پیروز مسابقه از طرف سرداور و داور وسط. بله مشخص بود آقای حسین آبادی پیروز این میدان شد. میریم و منتظر میشیم که دو نفر بعدی هم وارد کیج بشن.
برگردیم به مسابقه. مسابقه جذاب شد. کنترل ناقص هفت گارد از جوشری اگر اشتباه نکنم. جوشری شفقت گردن اونو گرو میگیره، یه تکنیک ناقص از دو طرف. حالا سعی میکنه دو تا پا رو داخل سگک بندازه جوشری. حالا یه ریورز ناقص، باید ببینیم به کجا میکشه داستان. بله، پایان راند توی پوزیشن عجیب غریب. دو تا فایده در حال شروع شدن هستش. شفقت و جوشری راند دو شروع میشه. دو تا فایتر حرکت مفیدی انجام نمیدن، هم دیگر رو یه لوکی که سنگین از شفقت. شفقت از شهرستان خمام هستش و جوشری از آستانه اشرفیه. پرس میکنه، حرکت مفیدی از دو طرف نمیبینیم. یه مشت ناقص کنترل میکنه، شفقت امتیاز میگیره با هر حرکت در حال جمع کردن امتیازش هست. جوشری لید بی سمر، لوکیک سنگین، میدل کیک، سه چهار تا ضربه خوب رو زد. مبارزه سر پا ادامه پیدا میکنه. ضربات و یه هوک چپ بی دفاع بدون گارد جلو میره و ضربه میخوره. چقدر مرتب شفقت متوجه بی گارد بودن اون شده و از این موقعیت داره استفاده میکنه. از دیستنس استفاده و از ریچش بلندی دستش. وایستا وایستا. مبارزه بعد از دو راند جذاب، منتظر اعلام رأی سرداور هستیم. ببینیم سرداور چه رأی اعلام میکنه. بله، آقای شفقت پیروز مسابقه. منتظر میمونیم برای مبارزه بعدی. آقای شفقت
آقای کوروالی، آقای عین‌آبادی بعد از مسابقه. آقای بابا، آقای سعیدی آیدی کارتشون رو بیارن. بازی بعد آقای کوروالی، آقای عین‌آبادی. خب مبارزه بعدی در حال آغاز هستش، در وزن 77 کیلوگرم از سری مسابقات استان گیلان، یکی از قهرمانان نامی استان گیلان و یکی از مربیان و رؤسای هیئت شهرستانهای استان گیلان که خیلی کمک کردن در روند برگزاری این مسابقات، آقای استاد حسن عمویی در کنار بنده هستن. ادامه گزارش این مسابقه رو در اختیار ایشون میذارم. خوب هستی حسن آقا؟ سلام، وقت شما بخیر و عرض ادب دارم خدمت بینندگان محترم که این مسابقه پرهیجان MMA رو داره به صورت زنده تماشا میکنن. زنده باشید. درود بر شما. این مسابقه در آستانه اشرفیه داره انجام میشه و چطور دیدید استقبال رو، چطور دیدید و اینی که پتانسیل شهرستان خودتون رو چطور میبینید؟ خدا رو شکر این مسابقات بسیار عالی و خیلی منظم داره برگزار میشه و خب آستانه اشرفیه یه دونه از قطبهای رزمی استان گیلانه و استان گیلان هم در رشته‌های رزمی به خصوص رینگی و حالا این قفس هشت ضلعی هم اومده بسیار عالی داره کار میکنن قهرمانان ما. انشالله ما به زودی قهرمانان شایسته معرفی به کشور بکنیم به امید خدا، حتما با کمک های شما. حالا مبارزه شروع شد. حسن آقا دوست دارم یه گزارش داشته باشیم از طرف شما. زنده باشید. بله، ما باند آبی رو میبینیم که با چند مشت حریف رو دچار مشکل کرده و در حال حاضر رو خیمه حریف هستش. بازی MMA یه بازی بسیار زیبا و پرهیجان هستش. بله، این بازی بین دو فایتر خیلی خوب داره برگزار میشه و این بازیکن‌ها باید خودشونو کم کم محک بزنن که به فینال برسن. بله، مشتار میبینید از مبارزه باند آبی که با مشتای خودش داره حریفو دچار مشکل میکنه. بله، ادامه داره میره برد کنار کیج و به قفس چسبون حریف و درسته باند قرمز. بله، حریف رو تکدام میکنه، میره روش و داره کار رو ادامه میده. امتیازات بالا توی MMA تکدان کردنه که باند قرمز به خوبی داره این کار انجام میده و با مشتش دچار مشکل میکنه حریف و ضربات متعدد به صورت حریف میزنه و حریف رو دچار مشکل میکنه و لحظات پایانی راند اول ما تا چند ثانیه دیگه شاهد هستیم. صدا هم بدارم. بله بله، مشتای متوالی از باند قرمز و استوب. بله، MMA یک بازی بسیار پرهیجانه که بین ایرانی ها کاملا پرطرفدار شده
و جوانهای ما سراغ این رشته میان که واقعا این رشته کاملا پر از هیجانه و با برنامه‌ریزی های مختلف باید وارد این رشته بشن زیر نظر مربیان برجسته، مربیانی که کارشناس هستن، از لحاظ علمی و فنی کارشناس این رشته هستن، بتونن این عزیزان رو معرفی کنن به قفس که فایترهای ما بتونن توی قفس و در مسابقات داخلی و بین المللی بتونن خوش بدرخشن. بله، شاید راند دوم خواهد شد تا چند ثانیه دیگه. راند بازیکن باند آبی با دست‌های خودش، با مشت‌های خودش اومد ضربات بوکس رو صورت حریف پیاده کرد و باند قرمز یک حریف یک تکدان کرد. بازی نسبتاً برابره. از لحاظ فنی زیاد سطح بالایی این دوتا فایتر ندارن، زیاد از ترکیبای دست و پای. بله، باند قرمز مجدداً رفته درگیر شده و باند آبی رو کشونده کنار قفس و کنار کیج داره بازی رو ادامه میده. برنامه خاصی زیاد از این دو فایتر ما نمیبینیم و حالا در حال حاضر باند آبی اومده گیوتین حریف رو گرفته. اگر بتونه نگه داره. بله، مجدداً باند قرمز حریف برده تو حالت تکدان، تو تکدان تو نگه داشته. البته باند آبی گیوتینش داره، گردنشو و قرمز دوچار. بله، درسته، باند قرمز مجدداً حریفش تکدان کرده و این امتیاز بالایی داره و مجدداً مثل راند یک داره ضربات رو صورت حریفش پیاده میکنه. بله، کنترل میکنه حریفشو، توی خاک حریفشو نگه داشته و این امتیاز بالایی داره در MMA، چون راند اول هم این تکدان انجام داد. کار خاصی از باند آبی نمیبینیم و باند قرمز حریفش رو تو تکدان نگه داشته، رو دستش میخواد کار کنه که سابمیشن انجام بده و مجددا بر میگرده. بله، پاهاش رد میکنه، دستاش رد میکنه ما بین دوتا پاهاش. این حرکت امیرعلی اکبری خیلی خوب انجام میده و تو مسابقاتش بارا حریفش رو. بله، 10 ثانیه به پایان راند مونده، صدای سرداور، صدای متعدد ضربه برای 10 ثانیه آخر در اومده. بله، و پایان راند دوم مسابقه. من فکر میکنم که نتیجه با راند قرمز باشه. البته سرداور، بله درسته، راند قرمز بازی رو برده. ما انشالله بریم واسه بازی بعد. آقای قربانی، آقای عیدابادی، بعد از اون آقای بختیاری منش، آقای حسین پور، آماده باشه بازی بعد. بله، ما بازی ها رو توی وزن 77 کیلو داره دنبال میکنیم. بله بله، بله، بازی تو وزن 70 کیلو داره دنبال میشه و بازی قبل هم 70 کیلو بودن. 77 کیلو هم فایترهای خیلی خوب معرفی شدن که چند بازی خیلی عالی برگزار شد. عبدالله سحری از آستانه اشرفی تونست حریفش توی راند اول، تو 30 ثانیه اول، تو حرکت گردنگیری و حرکت RNC تسلیم کنه و موفق بشه که بازی اولش رو ببره تو 77 کیلو و الان بازی 70 کیلو داره برگزار میشه. انشالله به زودی فایترها کم کم آماده بشن بیان بالای کیج و بازی شروع بشه.
عرض ادب دارم مجددا خدمت بینندگان محترم. دو فایتر بسیار خوبه وزن 70 که بله همون اول تکدان میکنه، حریفو میبره تو تکدان، نگه میداره با مشتش و بعد باند قرمز حریفشو کاملا حفظ میکنه، تو تکدان نگه میداره. بله بله راند باند بله بر میگردونه مجددا باند آبی. بسیار عالی، بازی بسیار جذابیه این بازی، خیلی عالی، بسیار عالی دارن کار میکنن با هم، کش قوس دارن. مرسی. باند آبی الان حریف رو نگه داشته تو تکدان و از بالا کار میکنه. بسیار عالی های عمویی. میبینید که میبره داخل گارد. اول ابتدای تکدان داشتیم کنترل خوب از قرمز و ریورز خیلی عالی از آبی و حالا داخل گاردش قرار گرفته. فایت خیلی خیلی تکنیکی. آرمبار بله در میاد. واو عجب عالی، بسیار عالی. بله میره دنبال تکنیک قفل مفصل پا. بله بله عالی عالی. وای 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 ضربات رو ببینید، یه فایت جذاب دیدیم امروز های عمویی. خیلی عالیه، مثل این که این فایت خیلی، ولی من دوست دارم بازی برگرده رو سرپا بشن. دیگه شما دیگه استایلتون روی استرایک هستش. میبینیم ضربات رو، بازم به دنبال تکنیک هست، یه کنترل ناقص داره آبی. بله برمیگرده همدیگه رو بغل میکنن. بله. خیلی مهربون میشن یه با هم. حالا زر نه کار خاصی داره ارائه نمیدن استاد، فقط بله ولی توی این بله. پوزیشن ناقص هست، تلاششون میکنه. کار خاصی از باند آبی هم نمیبینیم، فقط به نظر من سعی داره میکنه کنترل کنه بازی رو. یکی از بهترین امتیازات تو مسابقات آماتوری کنترل کردن فایت هستش که به نظر من آبی تو این ران تونست این کار انجام بده. بله بسیار علی. بله زنگ پایانم به صدا در اومد، انشالله بریم برای راند دوم. خوبه، ماشالله ماشالله، واقعا فایترها داره کار میکنن، واقعا مشخصه که توی زمانهای مختلف اومدن توی تکنیک های خاص درگیری، کشتی، جوجیتسو، گرپلینگ و ضربات بالا داره کار میکنن. توی ایران قبلا در گذشته اینجوری نبودش، در گذشته فقط شاید قهرمان یه سری از کشتیگیرا میومدن کار میکردن، یا یک سری از قهرمانایی که توی استرایکر بودن مثلا سرپا کار بودن، ولی الان تمام مربیا دارن میان به صورت کارشناسی داره کار میکنن با قهرمانای خودشون، یعنی واقعا دارن میکس مارشال رو به اجرا میذارن اینجا که درگیری ها و دست های ضربات ترکیبی دست و پا رو واقعا داره کار میکنن توی کیج. بله شاید راند دوم هستیم که انشالله ببینیم چی میشه این فایت. هر دو فایتر واقعا جنگنده هستن، نشون دادن که میخوان بازی رو ببرن. بله بله هر دو تا پوکراس تو زاویه هر دو تا میزنن و حریفشو باند آبی میبره توی بله مجددا میبره تکدام میکنه، میبره کنار کیج میچسبونه و دست ضربات دستش داره استفاده میکنه. باند آبی داره بیشتر نشون میده ضرباتشو. بله کنار کیج حریفو کاملا داره کنترل میکنه باند آبی و از ضربات مشتاش از بالا در روانه صورتش میکنه. امیدوارم که یه بازی بهتر رو بتونیم ببینیم. همونجا حریف کنترل کرده و به نظر من داره حریف تو تکدان نگه میداره که هم وقت بگذره هم بازی رو بتونه کم کم انرژی حریف رو بگیره و بازی رو ببره. هدفش اینه که کنترل کنه و نشون بده که داره بازی رو میبره. راند آبی با بازیکن باند آبی هدفش اینه که کنترل کنه حریفشو. امیدوارم که بله بله داور فکر کنم به زودی اینا رو سرپا بده. اگر بازی همجوری ادامه پیدا کنه بله و همون تکرار همون کار، باند قرمز کار خاصی نمیتونه بکنه. بله گیوتینش باند قرمز بسته ولی نمیتونه چون شرایط طوری نیستش که بخواد. بله مجدداً برمیگرده باند آبی و کارش داره ادامه میده، ضربات مشت از بالا داره به صورتش میزنه و کنترل. بله
بله، 2 دقیقه هم تموم شده و ضربات سردابار به صدا در اومده 10 ثانیه آخر و مطمئنن این بازی رو باند آبی میبره، چون 2 بار تکدان کرد حریف و تو خاک نگه داشت و کنترل کرد و باند آبی. بله، امیرحسین پورولی این فکر کنم این بازی رو ببره. بله درسته، مشخص این بازی برای باند آبی. آقای بعد از این بازی آقای محمدی و آقای خورسندی، آماده باشند. آقای محمدی مهر، آقای خورسندی، بازی بعد آقای سحری، آقای بروشان. آقای محمدی مهر، آقای خورسندی بیان داخل. آقای کارتشون تحویل بدن بیان داخل. آقای محمدی مهر، آقای خورسندی. بعد از بازی آقای سحری، آقای بروشان آماده باشند.
آقای عبالفید محمدی مه، آقای محمد حسین خورسختی. آیدی کارتاتون رو تحمیل بدید لطفا. آقای بختیاری منش بیا پای میز. آقای بختیاری منش، آقای بختیاری منش بیا پای میز. آقا بازی بعد آقای سحری آقای بروشان آماده باشن. آقای سحری آقای بروشان آماده باشن. بله، بازی بعد وزن 77 کیلو رو میبینیم بین ابوالفضل محمدی مهری و محمد حسین خورسندی، دو فایتر جوان و جنگنده. و اوه اوه، بله، یه لوکیک میزنه باند آبی و مجددا حریف رو میبره تو تکدان، نگه میداره تو زمین، نگه میداره بازی رو. بله، میخواد کنترل بکنه باند قرمز و کم کم مطمئنا رو میکنه روش. مشخصه که بازیکن رام باند قرمز تو حرکات درگیری و گرپلوره واقعا. بله، گوشاش هم شکسته و درگیر حریف برده، رو منت حریف نشسته. بله، دستا رو شرایط بدی قرار گرفته باند آبی. بله، ضربات و مشتش رو کم کم میزنه، فضا رو درست میکنه. بله بله بله، میه بله، آنوارش میگیره باند آبی داره. بله، میخواد تسلیمش کنه، آنوارش گرفته، شرایط بسیار بدی قرار گرفته باند آبی. بله، برمیگرده مجددا باند قرمز رو میکنه. بله، بازی بسیار سنگین جذابیه، رفت و برگشت داره این بازی. بله، و مجددا درسته باند بله گرفته دستاشو، شرایط بدی قرار داده، دستاشو گرفته. بله، آرنج ده. بله، فشار داره میاره روی کتفاش فشار آورده، خیلی خیلی شرایط بدی قرار داده باند. بله، رو ده ثانیه آخر شرایط بدی قرار داره باند آبی. بله، ضرباتشو میزنه. بله، کاملا بازی رو برده باند قرمز، کاملا خیلی خیلی قوی، خیلی منظم حریف برده توی تکدان و روز زمین کار ادامه داده و بعد از اون ضربات متعددی به سر صورت حریف وارد کرده.
آقای سعدی و آقای فروشان آماده باشن. خب با تشکر از آقای عمویی که این چند تا فایت رو برای ما زحمت گزارش رو کشید، برمیگردیم به مبارزه در راند دوم. ضربات خوب، یه تکدان زیبا تو هافگارد حریف هست، یه پا رو داخل گذاشته و سعی میکنه که حریف رو کنترل کنه. تلاش بیهوده برای گرفتن گردن از فایتر باند آبی. آقای خورسندی این مبارزه دومش هستش، اولین مبارزه امروز هم ایشون با پیروزی پشت سر گذاشته. الان روی ماونت حریف در حال حفظ تعادلش هست. فایتر خوبیه، ام‌ام‌ای رو خوب میفهمه و کنترل خوبی داره. تلاش برای خروج از موقعیت و خورسندی به اون اجازه رو نمیده. بک برمیگرده، موقعیت مناسب تری رو داره الان خورسندی، ولی نه خارج میشه، از رو نگه میداره فایتر رو، وقت میخره برای خودش. من فکر میکنم اینجوری سعی میکنه امتیاز رو حفظ کنه، به دنبال گرفتن سینگل لگ هست محمدی مهر. تو پوزیشن بدون حرکت اضافه تلاش میکنه که حریف رو برگردونه، ولی پشت کرده حریف و بر نمیگرده. دستانی پایانی است. خورسندی کنت بخ، چه ضربه ای. پایان مسابقه. اعلام میکنه خورسندی دومین پیروزیش رو به دست میاره. میریم که مبارزه بعدی هم وارد کیج بشن و ادامه مسابقات. Thank you.
خب برمیگردیم به روند مسابقه. وزن 77 کیلو عبدالله سحری و محمد بروشان. بروشان از دور قبل استراحت خورده، سحری دور اول رو پیروز شده و در دور دوم در برابر بروشان قرار گرفته. سحری در کیج با لباس آبی دیده میشه و بروشان با رکابی سرمه‌ای و شورت مشکی. سعی میکنن همدیگر رو محک بزنن در ابتدای مبارزه. سحری دو تا مشت سنگین، بازم سعی میکنه بره برای سوبلکس. دفاع تکتار قوی از بروشان، چقدر قشنگ ضربات تو حالت کلینچ، ضربات بی هدف از دو فایتر. اقدام برای زیرگیری، دفاع تکدان، لاکیک، هوک چپ، یه هوک چپ دیگه، هوک چپ های پشت سر همه. سحری همه به هدف میشینه، چند تا هم بی هدف این وسط رد میشه. بروشان چیزی برای گفتن نداره، تو حالت کلینچ با هم قرار میگیرن. هول میده بروشان، باز هم مشت میخوره، با چشم بسته سرشو پایین میندازه، تو کیج کنترل ضربات رو بهش میزنه، پا داخل لین کرده بروشان و بالاخره تکدان. تکدان از سحری. سحری صحبت میکنه با کوچ حریفش، داورم میتونه قطع کنه. بله تمام تمام، پیروز مسابقه با تی کی او آقای سحری. داور پزشکو صدا میزنه که به حال و روز صورت بروشان رسیدگی کنند. منتظر اعلام رأی داور هستیم. خب اعلام میکنه پیروز مسابقه تی کی او عبدالله سحری. آقای عبو، آقای حسین آبادی. آقای عفو، آقای حسین آبادی. بعد از اون آقای شفقت، آقای بخشی. آقای عفو، آقای حسین
شفقت آقای بخشی آماده باشن برای فایت بعدی. خب مبارزه بعدی در وزن 77 کیلوگرم، آقای امیرحسین عقو که دور اول رو استراحت خورده بود در برابر محمد جواد حسین آبادی که مبارزه قبلیشو به سختی پیروز شد. عقو با لباس آبی و حسین آبادی با لباس قرمز در برابر اون قرار گرفته. خب تلاش میکنه پرس کنه، یه ضربه نشون میده، اقدام برای زیرگیری، دور میشن از هم، چه دفاع تکتان خوب. داور یه تذکر میده که لباس رو نگیرید. همینطور هم دیگه رو محک میزنن. همزمان لگد میزنن که تعادل حقگو به هم میخوره توی اون شرایط. یه لوکیک از حقگو میخوره، اقدام برای زیرگیری، توالت کلینچ همدیگر رو کش و قوس میدن، هیچ حرکت مفیدی دو تا فایتر انجام نمیدن. زانو میزنه و داور میتونه متوقف کنه چون اعلام کرده بودیم و خطا هستش. یه ذره داورم سختگیری کرد، ضربه زیاد شدید نبود ولی بالاخره قانون قانونه. حرکت مفیدی ندیدم، یه لوکیک و یه تکدان در آخرین لحظه، مسابقه تمام.
بازی بعد آقای شفقت آقای بخشی آماده باشه. برمیگردیم به مبارزه، راند دوم، راند حساس اول رو دیدیم با هم. لاکیک، اقدام برای زیرگیری، تلاش میکنه، دفاع تکدان قوی، واو، میکشه پایین. حسین آبادی تو تله دفاع تکدانش گیر کرد، داره به دنبال تکنیک خفه کردن هست. حقو لسه از دهان فایتر میفته، ادامه مبارزه است. خب جدا میشن، داور استاپ میده، حالت کلینچ.
او او جهیجان عجب مبارزه ای شده، عجب مبارزه ای شده. اقدام برای زیرگیری، دفاع، تکدان، همه چی دیدیم. ضربات بی‌دقت هم از دو نفر زیاد دیدیم. راند سوم هست، جذابیت مبارزه در اوج رسیده، حساسیت هم همینطور. تو این پوزیشن کنترل میکنه، میخواد رو کنه و نمیتونه. ضربه نامتعادل بلند میشه. دو تا فایتر خسته به نظر میان، چیزی از تایم هم نمونده، فعالیت هاشون هم تقریبا برابر بوده. ضربه، اقدام به تکدان. این تکدان نتیجه مسابقه رو مشخص خواهد کرد. آیا تکدان میشه یا که خیر؟ دفاع سنگین، خیمه سنگین روی حسین آبادی از طرف حقگو. برمیگرده بره پشتش، اجازه نمیده. او اقدام میکنه، ضربه، واو، ضربه، ضربه، ضربه. داور میتونه استاب بده، همین کار رو میکنه. ادامه روند مسابقه. عجب فایتی. خسته به نظر میان هر دو فایتر. تمام. اینجا دیگه نتیجه رو داورها مشخص خواهند کرد.
بله بازی وزن 77 کیلو رو میبینیم که بین دو تا جوان، البته درده سنی بزرگ سالان هستن، هر دو تا سن بسیار کمی دارن، که باند قرمز مصطفی بخشی و باند آبی مانی شفقت دو فایتر هستن از استان گیلان، قرار در این رقابت خیلی پر هیجان با هم دیگه به مساف هم دیگه برن. امیدوارم که یه بازی خیلی قشنگ و زیبایی از این دو قهرمان ببینیم. بله آقای فرشاد قلی‌زاده یه دونه از داوران خیلی خوب استان گیلان، اهل شهر بندری کیاشر آسانه اشرفی هستن که این بازی رو قضاوت میکنن. بله نکته های خیلی مهم داور بهشون میگه، فکر کنم بازی خیلی قشنگی باشه. فایت بازیکن آبی رو بنده دیدم، امیدوارم که بازی جذابی رو ببینیم. بله با فایتر آبی استرایکر هستش و سعی می‌کنه سرپا بازی کنه. بله لوکی که از حریف مقابلش می‌بینیم، باند قرمز مصطفی بخشی. بله تکرار ضربات. بله دقیقا رو کنج هستم، حریف ها همدیگر برانداز میکنن با ضربات لوکیک و رأس و پاهاشون همدیگر برانداز میکنن و مطمئنن. بله لوکیک رو میبینه از باند آبی. بله مانی اهل شهرستان رشته که این فایت رو داره انجام میده. MMA یک بازی هستش که تو شرایط خاص. بله باند قرمز حریف یه خم میگیره، حریف میبره تو تکدان نگه میداره بازی رو، بازی رو میبره نگه میداره. بله تو خاک، بازی تو خاک داره ادامه پیدا میکنه، توسط باند قرمز کنترل میکنه بازی رو و باند آبی حریف رو نگه میداره تو خاک که بتونه شرایط درست کنه واسه خودش. با هم دیگه قفل شدن حریفا و کار خاصی ازشون دیده نمیشه. مطمئنا این دو فایتر، هر دو فایتر، بله ضربات مشت رو میبینیم از حریف باند قرمز که از بالا داره ضرباتش رو میزنه به حریفش. صدای زنگ سردابرم به صدا در اومد و 10 ثانیه به پایان بازی. کنترل میکنه و با یک تکدان بله ضربات مشت متعدد به شکم حریفش میزنه باند قرمز. بله بازی میره برای راند دوم. توی بازی MMA یک رشته ای هستش که از ضربات مختلف دست و پا استفاده میشه و درگیری های مختلف که حریف رو میتونید هم در سرپا هم در خاک، غیر از اینکه ضربات دست و پا رو به حریف مقابل میزنید میتونید حریف رو تو خاک تسلیم بکنید. حریف رو تو خاک هم ضربات مختلف میتونید، ضربات آرنج، حالا تو سطح حرفه‌ایشو من بنده داره اعلام میکنم، ولی اینا این بازی در سطح آماتور است که از ضربات زانو و آرنج استفاده نمیشه. امیدوارم ما بین همین قهرمانان که در این مسابقات استانی داره برگزار میشه ما استعدادهای خوبی رو از استان گیلان کشف کنیم و در سطح حرفه‌ای برسونیم و برای مسابقات داخلی و خارجی اعزام بشن. من تشکر میکنم از هیئت ورزشی رزمی گیلان، مهندس علیپور ریاست محترمش و مسئول برگزاری این مسابقات آقای عرفان ابراهیمیان که این مسابقات ترتیب دادند. بله باند آبی و مجددا حریف دو خمش میگیره و میبره بالا. بله تکدام میکنه رو زمین، بازم حریفش تو خاک نگه میداره باند قرمز، همون کاری که در راند اول با یخم انجام داد تو این حرکت درخشان میکنه، حریف میبره بالا و کاملا حریف تو خاک نگه میداره بازی توی. بله کم کم با زانو میخواد بره رو منتش بشینه
بله شرایط خیلی بدی داره باند آبی. بله قرمز از بالا نشسته روی حریف در همون اوایل راند، خیلی شرایط سختی برای باند آبی مطمئنم به وجود خواهد آمد. بله کم کم ضربات متعدی، بله اگر چندین ضربه متوادی به سر صورت حریف و گارد حریف پشپند هم ضربه زده بشه و حریف حرکت خاصی انجام نده، داور بازی رو قطع میکنه. حریف کنترل میکنه و باید کار انجام بده، در این حالت هم حتما باید کار انجام بده، بلا داور 100% بازی رو سرپا میبره رو سرپا. باید برنامه انجام بده، ضربه بزنه یا حریف رو تسلیم بکنه. بله حریف باند آبی تمام تلاشش میکنه از اون شرایط بیرون بیاد، خیلی براش سخته. بله کار خاصی از دو فایتر نمیبینیم، فقط در اون شرایط مونت نگه میداره حریف رو، تو شرایط خاک نگه میداره. بله بعد 10 ثانیه آخر راند دومم به اتمام رسید و مطمئنان این بازی رو باند قرمز مصطفی بخشی با دو تکدان در راند اول و راند دوم مطمئنان بازی رو خواهد برد. بله یه غلط جلو میزنه و یه پرش و کاملا پیروزی خوش رو از همین حالا به حریف نشون میده تو وزن 77 کیلو. بله تو فایتر جوان انشالله که موفق باشن، باند قرمز پیروز رو بازی میشه. بنده هم به نامه خودم از همه مسئولین که این مسابقه رو برگزار کردن تشکر میکنم، استاد ابراهیم عرفان ابراهیمیان و مهندس علیپور و تمامی زیر مجموعهایی که بر هیئت ورزشی رزمی آستانه اشرفیه و کیاشهر که با هم دیگه تلاش کردن این مسابقات رو برنامه‌ریزی کردن، مسابقه قهرمانی استان رو داره برگزار میشه. امیدوارم بین این قهرمانان استعدادهای خوبی کشف بشه و به کشور معرفی شه بشه. زنده باشید، زنده باشید. بله از قبلش آماده باشید، بیاید اینجا.